مهمان خانه های شما هستیم از پنجره و دریچه تلویزیون پارس در روز پنجشنبه 11 مرداد ماه، برابر با اولین روز از ماه آگست یا اوت، با برنامه بازشناسی باورها. خب طبق روال هر هفته برنامه های روز پنجشنبه ما اختصاص داره به مسائل سیاسی و سه برنامه پیشین به بحث تروریسم و مبانی اون پرداخت. خب اتفاقاتی در این یکی دو روز رخ داد که جدایی از همان مجموعه نیست، اما یک پرانتزی است ذیل مفهوم تروریسم که من سعی میکنم امروز در مورد اون سخن بگم. خب در این یکی دو روز وقایعی در خاورمیانه و ایران رخ داد که نیازمند یک بحث مبنایی است و آن چیزی است که شما دیدید از رهبران حزب الله لبنان که کشته شد و همینطور اسماعیل هنیه از رهبران حماس. ما ذیل مفهوم تروریسم گاهی با مفاهیم دیگر هم روبرو هستیم، چیزی که به عنوان خونساسازی هدفمند یا کشتن هدفمند یا ترور هدفمند دستبندی میشه. بسیاری از کشورها این مفاهیم رو به کار میگیرن. در واقع مبنای این اندیشه برمیگرده به یک طرح دیدگاه مبنی بر این که آیا انسانهایی که وجودشون برای جامعه بشری اسباب زحمتی و به هر حال ایدئولوژیشون نوع رفتارشون جامعه بشری در خطر قرار میده میتوان کش؟ شما با گروه های مختلفی از نیروهای تروریستی روبرو هستید، کسایی که بر مبنای یک ایدئولوژی یا باورهای سیاسی مذهبی معتقد هستند که میتوان بر سرزمینهای دیگر حمله کرد، حتی مردمی که غیر نظامی هستند رو هم کشت، و در نتیجه شما با یک پدیده‌ای که امروز خیلی شایع هست مواجهید که ما در مباحث مربوط به تروریسم داریم به اون میپردازیم. اما بسیاری از دولت‌ها وقتی با این پدیده روبرو هستند سعی می‌کنند از مبانی خاصی کمک بگیرند برای اینکه موجه کنند کشتن یک سری از افراد رو، مثل اسامه بن لادن، ابو مصعب زرقاوی، ابوبکر بغدادی، همین اسماعیل هنیه و خیلی های دیگر. مسئله بر سر اینه که این نوع رفتار، یعنی کشتن هدفمند، چگونه قابل توجیهه؟ آیا مدافعانی داره؟ مخالفانی داره؟ کسانی که این کار رو انجام میدن بر اساس چه مبانی سعی میکنن این کار رو انجام بدن؟ بحث امروز ما پیرامون این نکته است که اهمیتش هم شاید بسیار زیاده، چون من میبینم بعضا در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای در مورد این مسئله صحبت میکنند، اما شاید نتونن تبیینی از این مسئله به دست بدن که دولت هایی که دست به این کار میزنن طبق چه مبانی این کار رو میکنن. من سعی میکنم این نگاهی رو که مدافعان این مسئله دارن بشمرم و اگر امروز رسیدیم به نگاه مخالفان هم خواهیم. اساسا وجود انسان هایی که حضور اونها اسباب زحمت برای مردمه از دیرباز مطمح نظر بود، یعنی جایی که شما شاهان، خلفا و حاکمانی رو میدیدید که وجود اونها سبب استبداد بود، سبب کشتن مردم بود، و خب این مشکل در جامعه بود که ما باید با این انسان چه بکنیم. سلیمانی امیری که به عنوان یک شاه، به عنوان یک امام، به عنوان یک خلیفه برای کشتن مردم خودش حد یقف نداره، باید تحمل کرد اینکه او 40 سال، 50 سال حاکم مملکت باشه و هر روزم در حال آدم کشی است. خب ما تا کی باید او رو تحمل بکنیم؟ تا کی باید اون رو بپذیریم؟
در گذشته در امپراتوری روم بحثی مطرح می شد به نام تیرانوماشی یا شاهکشی یا جبارکشی، که این رو جز فضائل می دونستن که اگر شاهی، امپراتوری، حاکمی پا از اون عدالت، از اون اخلاقیات، از قوانین فراتر گذاشت و رو به سمت استبداد رفت، افرادی که دارای فضیلت هستن او رو می کشن. بنابراین تیرانوماشی به عنوان یک کاری که دارای فضیلت شناخته می شد نزد بالا اون بزرگان روم و کشورهای دیگر مورد نظر بود، که ما تحمل نمی کنیم که سلیمانی بیاد در مقام امپراتور 50 سال ظلم بکنه، مال مردم رو ببره، مردم رو بکشه، هر کسی که مخالفش هست حذف کنه. با برداشتن او ما میتونیم یک جایگزین بهتر داشته باشیم یا چیزهای از این دست. و این تفکر به ایران ما هم بعدها رسید، حالا در قبل اندیشه های گذشته وجود داشت، در ایران باستان هم وجود داشت، خیلی از شاهان اینگونه کشته شدن مثل خسرو پرویز و خیلی های دیگر، و در دوران معاصر هم تا حدودی بگیم همین پدیده رخ داد. یعنی جایی که ناصرالدین شاه رو کشتن به عنوان اینکه خب او شاه مستبدی بوده و انواع و اقسام این ادعاها. اما عمده مسئله من بر سر اینه که این کشتن هدفمند امروزه هم چه بسا داره مبانی خاصی است که سعی میکنن کشورها افرادی رو که حالا شرایطش رو عرض خواهم کرد از سر راه بردارن. اما قبل از ورود به بحث نیاز به چند مسئله مهم هست به عنوان مقدمه عرض. اولین مسئله این که در حقوق بین الملل به دلیل تنوع مکاتب اخلاقی یا معاهدات و رویه و عرف بین المللی، این که ما به یک نظر مشترک و واحد برسیم وجود نداره. یعنی این که آیا این پدیده‌ای که داره رخ میده در جهان اخلاقی است یا نیست. خب میدونید ما مکاتب مختلف اخلاقی داریم. این پدیده در درون یک مکتب اخلاقی ممکنه یک داوری خاصی نسبت بهش بشه که در مکتب دیگری وجود نداره. جدای از اون این که امر سیاسی اساساً یک حوزه خاصی از اخلاق داره که با اون اخلاق عرفی که ما نگاه میکنیم امروز دیگه متفاوت شده، یعنی اخلاق مختص به امر سیاسی در درون اون وجود داره که چیزهایی نزدش برجسته است که در نظر اخلاق عرفی یا مکاتب خاص دیگه معنی نداره. مثلا شما منافع ملی رو در نظر که میگیری طبیعیه که کشورها به منافع ملی خودشون نگاه میکنن، اما ممکنه شما نگاه بکنید که در جایی داره نقض حقوق بشر میشه اما به دلیل مراودات اقتصادی یا منافع ملی کشور فشار نمیاره بود. مثلا عربستان سعودی رو شما در نظر بگیرید، خب شما نقض حقوق بشر در عربستان سعودی بسیار بسیار برجسته است، اما ایالات متحده سالها نادیده گرفت یا مراودات خودش رو با عربستان برهم نزد، عربستان به عنوان یک شریک استراتژیکش بوده. آیا اخلاق حکم میکنه؟ میگیم نه، اما منافع ملی یا منافعی که اون کشور مد نظر داره میچربه بر مسائلی مثل اخلاق، معاهدات بین المللی و خیلی چیزایی. یعنی میخوام عرض کنم پدیده ها رو ساده نگاه نکنی، هر حوزه‌ای زمینه‌های خاص خودشو داره، قواعد خاص خودشو داره. شما نمیتونید اونگونه که فکر میکنید که مثلا این مکتب اخلاقی درسته توقع داشته باشید که دیگری هم که به یک مکتب اخلاقی دیگر باور داره مثل شما رفتار بکنه، نه. یا سیاستمداران کشورهای دیگر منافع ملی خودشون رها بکنن بیان برای ما ایرانی ها بجنگن، نه خیلی اینطوری نیست، ممکنه حمایت بکنن اما تا جایی که هزینه برای اونها نداره، یا بسنجن که این هزینه ای که الان انجام میدن بعدا ممکنه فواید بیشتری بازشون داشته باشه. دوم این نکته این که در سطح بین الملل کشورها منافع ملی مختلفی دارن، سیاست های مختلفی دارن که همشون رو نمیشه در یک کاسه قرار داد، در یک سیستم قرار داد که بگیم همه اونها این نوع منافع ملی رو میپذیرن، این اخلاق بین المللی رو میپذیرن.
بنابراین بشه از دل اون یه قانون واحد در آورد، یک رویه واحد در آورد. پس طبیعیه که چون این چیزی نشده است. دومین مقدمه که میخوام عرض کنم اینه که در سطح بین الملل تعاریف و تفاسیر در کشورهای مختلف متفاوت، در گروه های مختلف هم متفاوت. یعنی شما همین پدیده تروریست رو نگاه بکنی، ممکنه اون گروهی که کار تروریستی میکنه خودش رو تروریست ندونه، بگه من جهادیم، من استقلال طلبم، من آزادی خواهم، حالا برای آزادی خلق، برای آزادی ملت، برای هر چیز دیگری دونه قیام. اما حکومت مرکزی اونها رو تروریست بدونه، یعنی دست به اسلحه بردن از نظر اون گروه یک کار شرافتمندانه است، کار ملیه، چون در راستای آزادی و استقلاله. اما حکومت مرکزی اونها رو تروریست بدونه. خب این پدیده وجود داره در درون یک کشور. شما میبینید یادتون هست اون آقای روح الله زم در اون مصاحبه گفت، گفت شما میگید اغتشاشات، ما میگیم اعتراضات. یعنی حضور مردم در خیابان از نظر مردمی که به دنبال حقوق خودشون هستن اعتراضه، اما حکومت اونا رو اغتشاش میدونه. همین مسئله در سطح بین‌الملل هم وجود داره. یعنی کشورها سعی میکنن یک تفسیری از یک پدیده برای شما ارائه بکنن که در این مسئله خودشون رو محق بدونن برای انجام یک کاری. کشورهایی مثل امریکا، روسیه فعلی یا شوروی اون زمان، یا این کشورها وقتی میخواستن دخالت کنن در جای دیگری نمیگفتن ما میخوایم بریم آدم بکشیم، ما نمیخوایم بریم تصرف بکنیم، تصاحب بکنیم، میگفتن ما میخوایم بریم خلقها رو آزاد بکنیم. اینا محور شرارتن، اینا فلان. میخوام عرض کنم که این تنوع تفسیر و تعریف و از اون طرف به نفع خود سبب میشه که ما به یک مفهوم مشترک نرسیم، به درک مشترک نرسیم، و در نتیجه این داوری های متفاوت ممکنه وجود داشته باشه. سومین مقدمه که میخوام عرض کنم این است که معمولا در زمان جنگ یا نزاع یا پدیده ای مثل تروریسم شما نباید توقع داشته باشید که کشورها یا گروه ها قوانین و قواعد رو کامل رعایت کنن. یعنی فضا به قدری است که افکار عمومی یک جامعه ممکنه در حمله ای که شما مثلا به مرخی از مناطق میکنید چشمش رو ببنده بر روی اینکه مثلا عده کودک کشته شد، عده بیگناه کشته شد، یا در اون جنگ خرابی برخی از مکانهای غیر نظامی یا افراد غیر نظامی نادیده گرفته بشه. هرچند جهان نظارت میکنه بر این پدیده، اما معمولا زمانی که جنگ رخ میده شما نمیتونید توقع داشته باشید که کاملا همه چیز مراعات شده و قانونی و در اون چارچوب باشه. یه دعوا و نزاعی است که دیگه خب طبیعتا ممکنه زیاده روی های مختلفی هم رخ. اینو میخوام عرض کنم که توقع نداشته باشید در این نزاها و جنگ ها دولت ها بیان و کاملا مطابق اون اصول و قوانین رفتار بکنن. اما این به این معنا نیست که شما آزادید هر کاری بکنید، بلکه سعی شده از طریق معاهدات، مقابله نامه ها، کنوانسیون ها و در کنار اون رویه و عرف بین الملل یک چارچوبی تعیین بشه از نظر قواعد حقوقی و اخلاقی که دولت ها باید سعی بکنن تا اندازه‌ای که میتوانن اون رعایت کنن. شما مثلا حقوق بشر، خب در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده به معنای اینکه انسان ها چه حقوقی رو دارن، در درون جامعه از چه حقوقی برخوردار هستن و اون رو باید دولت ها محترم بدونن، گروه ها محترم بدونن. و تو حقوق بشر، اعلامی جان حقوق بشر به اضافه کنوانسیون های بعدیش. همین مسئله در مورد قواعد جنگ وجود داره، یعنی حقوق بشر دوستانه که متفاوته با حقوق بشر. حقوق بشر عرض کردیم در حالت عادی است که قواعد و
روابط و ارزش‌ها و هنجارهای جامعه رو تبدیل میکنه، افراد رو تعیین میکنه. اما حقوق بشر دوستانه با حقوق بشر فرق میکنه. حقوق بشر دوستانه حقوق افراد غیر نظامی و اماکن غیر نظامی است که باید در زمان جنگ محترم باشه. یعنی کشورهایی که در حال جنگ هستند هم در استفاده از ابزارها باید رعایت بکنن، یعنی هر سلاحی رو شما نمیتونی استفاده بکنی، هم در اهداف، یعنی شما هر کسی رو نمیتونی بکشی، هر مکانی رو نمیتونی تخریب کنی، اینا رو باید رعایت بکنی. حالا ممکنه در طول جنگ مثلا بیمارستان ها که مسئول هستن احیانا توسط دولتی بمباران بشه، ما داریم در این مسئله که یه همچین اتفاقاتی هم رخ میده، ما باید دولت اون رو رعایت بکنن تا اونجایی که میتوانن رعایت بکنن. و اگر مشخص بشه که یک دولتی آمدن این کارها رو انجام میده، خب محکوم خواهد شد و مسائلی از این پس. بنابراین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه متفاوتن، اما هر کدوم سعی میکنن یه قواعدی رو برای ما مشخص بکنن که ما موظفیم ذیل اون رفتار بکنیم. با اینکه اختلاف نظر داریم، اختلاف سلیقه داریم و خیلی چیزهای دیگر، ولی باید اینها رعایت بشه. معمولا دولت هایی که خودشون رو اخلاق مدار میدونن، با ارزش های جهانی و مدرن و همینطور اون سازمان هایی که قواعد رو تعریف کردن متناسب میدونن، سعی میکنن رعایت. اما مسئله بر سر اینه که آیا ما برای این خونساسازی هدفمند یا ترورهای هدفمند یا کشتن هدفمند هم میتونیم یک مبانی جستجو بکنیم، دلایلی میتونیم جستجو بکنیم؟ حالا فرض هم که دلیل هم پیدا کردیم، آیا قاعده ای داره؟ یا اینکه نه، مثلا سلیمانی رهبر یک گروه تروریستی است، داره وسط یک استادیومی صحبت میکنه، آیا ما میتونیم بریم اون استادیوم رو موشک باران بکنیم؟ اون مسئله مهمی است. تا کجا ما میتونیم اقدام بکنیم که او رو از بین ببریم؟ دستمون تا چند اندازه بازه؟ چطور میتونیم رفتار بکنیم که بگیم در درون قواعد هنجاری و اخلاقی داریم کار میکنیم؟ این سعی میکنم امروز این مسائل رو مطرح بکنم، شاید برای عزیزانی که میخوان تا حدودی به مسائل حقوق بین الملل یا آن چیزهایی که امروزه در میان کشورها رایجه برای یک چنین اقدامات و انجام اعمالی، ببینیم مثلا دیدگاهاشون چیست. بنابراین ما ارزش داوری نمی کنیم، فقط میخوایم نشان بدیم که اونها بر چه اساس این کار رو میکنن. خب اولین دلیلی که وجود داره ماده 51 منشور ملل متحد، یعنی مبنای اون رو مدافعان خونساسازی یا ترور یا کشتن هدفمند دفاع مشروعی میدونن که در ماده 51 منشور ملل متحد، یعنی جایی که به یک کشوری حمله میشه، حالا از طریق گروه های مختلف، چپ نظامی گرفته تا چی گروه های تروریستی و همینطور دولت های دیگر، باید شما باید صبر کنید که جامعه جهانی به شما مجوز بده، یعنی مثلا برید در سازمان ملل اونجا مطرح کنید که آقا کشور فلانی به من حمله کرده، در حال پیشروی شما تصمیم بگیرید که آقا این کشور بیرون بره یا نره، آیا من باید صبر کنم؟ ماده 51 به شما این اجازه داده که بدون اینکه هنوز مجامع بین المللی تصمیم بگیرن شما حق دفاع از خودتون رو دارید، حالا تا اینکه بعدا رسیدگی بشه و اون دولت شروع کننده جنگ حالا شناسایی بشه یا ائتلاف جهانی ایجاد بشه برای اینکه بتونن اون رو بیرون. پس مبناش ماده 51 منشور ملل متحد که حق دفاع مشروع برای کشورها شناخته شده. به همین دلیلی که ایالات متحده حمله 11 سپتامبر رو در راستای همین بند موجه میکرد، یعنی جایی که به سرزمین من حمله شده، در نتیجه من حق دفاع از خودم رو دارم و چون پایگاه این گروه در درون افغانستان هست و مورد حمایت اونها هستند به اون کشور حمله می‌کنم. اما نکته اساسی اینه که در درون این مسائل
که ما عرض کردیم یه سری شرایط هم وجود داره. طبق چه شرایطی ما میتونیم خودمون رو موجه بکنیم برای دفاع مشروع و یا حذف اون گروه ها یا افرادی که دست به این کار میزن؟ خب اولین دلیل رو من عرض کردم که ریشش ماده پنجوری که دومین شاخص این است که این اقدام تروریستی بر علیه یک نهاد یا یک دولت باشه، یا بهتر بگیم یک عضو بین الملل باشه، یک نهاد بین الملل باشه، یعنی یک کشوری است به او حمله شده، یک نهاد بین المللی است، یک سازمان بین المللی است به دفتر او حمله شده یا به جای دیگری حمله شده. اگر دو تا گروه با هم دعوا دارن این مشمول این قانون نمیشه. دو تا فرقه با هم درگیرن، یکی رهبر دیگری رو میکشه، یکی گروه دیگری رو تخریب میکنه اماکنشون رو، آیا این مشمول این میشه که دولتی وارد فضای ترور هدفمند بشه یا نه؟ چون باید به یکی از دولت‌ها یا نهادهایی که عضو جامعه بین‌المللی هستن لطمه وارد. سومین دلیل این است که دولتی که میخواد کسی رو به شکل هدفمند حذف کنه باید از قبل اون رو اعلام کنه. حتما شما شنیدید که اسرائیل قبل از این اقدام ها اسامی 4-5 نفر رو معرفی کرد که اینها رؤسای حماسن و من هر کجا اینها رو پیدا کنم خواهم باش. یا ایالات متحده مثلا برای بعضی از افراد دیدید اعلام میکنه و حتی جایزه هم میذاره، میگه اگر فلانی رو کسی خبری به ما بده که محل اختفاش کجاست، در کجا زندگی میکنه، یا حتی او رو بکشه ما چند میلیون دلار جایزه میدیم. پس اهمیت داره که دولت اون رو اعلام کنن و دولت اسرائیل هم شما دیدید این کار رو کرد، امریکا هم این کار رو میکنه، بعضی کشورهای دیگه هم دست به این کار میزنن. پس اعلام قبلی برای خونساسازی هدفمند رو خیلی ها یک زمینه یا مقدمه میدن. سومین مسئله در این راستا این است که این شخص با تروریسم ارتباط داشته باشه، یعنی اگر رفتار تروریستی رخ داده آیا به این آقا مربوطه یا اینکه خیر ربطی به این آقا نداره. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، خب شما خیلی مرجع تقلید دارید، اکثرشون هم افکارهای دوگم و تروریستی هم دارن، پاش بیفته فتوای قتل هم میدن. اما شما فرض کنید یک شیعی یا یک گروه شیعی دست به یک حرکت تروریستی زد، آیا شما مجاز هستید که اون مرجع تقلید رو که صرفا عقیده شیعی داره به شکل هدفمند خونسا بکنید یا بکشید؟ میگن خیر. چرا؟ چون اون نقشی در این ترور نداره، اینا بر اساس دیدگاه خودشون این کار رو میکنه. حالا ممکنه دیدگاه اونها با اون آقای مرجع تقلید مشترک باشه، اما نقشی میان این دوتا نیست، علت و معلولی وجود نداره. او رئیس این گروه نیست، ناظر این گروه نیست، رفتارشو شکل میده. یک فیلسوفی حالا بگیم یه اندیشه ای داره، ممکن اندیشهش هم فاشیستی باشه، از نظر اخلاقی مذموم باشه، از نظر سیاسی نادرست باشه، اما یک گروه فاشیستی در جامعه وجود داره، دست به کارهای خرابکاری میزنه. آیا میشه اون فیلسوف رو که چون حالا اینها رو به شکل فلسفی تئوریزه کرده و مسائل از این دست رو حذف کرد میگیم نه؟ چون ربطی نداره میانه رفتار اینها و اون فکر، هرچند از نظر اعتباری به هم مربوطن اما به شکل مستقیم با هم مربوط نیستن. یعنی شما نمیتونید اینها رو کنار همدیگه بنشونید. آقای هنیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس مسئول مستقیم رفتارهای حماس،
رئیس دفتر سیاسی، یکی از بالاترین دیگه میشه گفت رهبر اون گروه، اون حزب. پس طبیعیه که خط مشیای حزب یا نوع رفتارهایی که اون حزب انجام میده جدای از این آقا نیست. این به این معنا نیستش که شما بگید خب آقا که نیومده تو خیابون، اون یه دفعه هستن در فلسطین در غزه این کارا رو میکنه، ایشون که تو قطر زندگی میکنه. درسته ایشون تو قطر زندگی میکنه، اما با اونها مرتبطه، یعنی رفتارش مستقیمه، اون از اون فرمان میگیرن، او هم رهبر اون هست، او امر میکنه، اونها اطاعت میکنه. پس الزاماً به این معنا نیستش که انتصاب عمل فقط باید برای کسانی باشه که تو خیابان ها هستن. نه خیر، اتفاقا نقش رهبران خیلی برجسته تره، چون اونها هستن که مغز متفکر این گروه ها هستن. اخیرا مسئول ارتش حزب الله آقای فؤاد شکر، حالا اسم احتمالا نام فامیشم شکره، که به حاج محسن معروفه، سالها مخفی بود، چون اینا که خودشون نشون نمیدن مخفی میشن، اما نظارت میکنن بر روی کار گروه های مختلف، جوانان مختلف که اینها میرن دست به کارهای تروریستی میزنن. آیا اونها بیمسئولیت هم؟ نه خیر. پس خیلی مهمه که رفتار اونها قابل انتصاب به این افراد باشه. پس فکر نکنیم اگر نیامد در میدان از مسئولیت مبراست. نه خیر، چون اقدامات اون گروه به این آقا و فرامینش مرتبط. مورد دیگر این که شخصی باشه، فردی باشه، یعنی برای خونساسازی هدفمند شما نمیتونید یک نگاه کلی داشته باشید که فلسطینی ها رو میکشید. کارمندان مثلا حماس رو میکشید، کارمندان فلان حزب رو از بین میبرید. یعنی باید نام فرد مشخص بشه، بگید سلیمانی امیری رو میخوایم بکشیم، چون عرض کردیم قابلیت انتصابش به ترور مشخصه، یعنی او فرمانده است، او رهبره، او اینها رو سازمان داده، از قبل هم اعلام کردیم و بر علیه دولت ما هم اقدام کردیم. پس فردی بودن خیلی مهمه، تا اینکه شما بگید ما سران حماس رو میکشیم یا فرماندهان مثلا اون گروه حالا بگیم شبه نظامی رو میکشیم. حالا چرا این مسئله مهمه عرض خواهم کرد؟ مهمترین بخشش در اینه که شما دیدم جز شرایطشه نتونید این افراد رو به محاکمه بکشید، یعنی فضای جامعه به نحوی باشه، فضای سیاست بین الملل به نحوی باشه که این جنایتکاران رو به شما تسلیم نکنن. این شرط یکی از مهمترین شروط خونساسازی هدفمنده، یعنی کشورها اعلام جرم میکنن بر علیه بن لادن یا آقای الف یا خانم ب، ولی این کشور توی ولی این شخص توی کشوری داره زندگی میکنه و شما نمیتونید او رو به محاکمه بکشید، یعنی دستگیرش کنید بیارید در یک دادگاه عادلانه او بتونه جواب بده. مثلا صدام حسین خب کسی بود که دیگه به دست دولت نیروهای امریکایی افتاد، آوردنش محاکمه کردن چندین جلسه و حالا حکم اعدام هم بهش دادند و تمام شد. یا بعضی از جنایتکاران رو دولت‌ها تحویل میدن، مثلا اگر ببینن این رو در خاک خودشون هست میگیرنش به کشوری که اعلام جرم کرده و یا جهان میدونه که او یه آدم تروریسته، او تحویل کشوری میدن که بر علیهش اقدامات تروریستی انجام داده. اما برخی کشورها شدن مأمنی برای این تروریستا. دیدید دیگه اسامه بن لادن در پاکستان بود، دولت پاکستان نمیدانست، اداره اطلاعات ارتش پاکستان نمیدونست. چرا؟ میدونست، چه بسا حمایت هم کردن ازش، مخفیش کردن، کمک های لوجستیک بهش کردن، اما اقسام کار، اما او رو تحویل نمیداد به ایالات متحده.
در واقع سرپناهی شده بود برای او. جمهوری اسلامی هم همین کارو میکنه. در گذشته هم شما دیدید برخی از رهبران القاعده آمدن در ایران، جمهوری اسلامی به اونا پناه داد. یا الان شما حزب الله و حماس و این گروه ها رو نگاه بکنید، افرادی که متهم به کارهای تروریستی هستند اما همیشه در درون کشورهای جایی برای خودشون دارن. هرچند اگر به مقدمه بحثم نگاه بکنید میبینید که این افراد بدون کمک های لوجستیکی برخی از کشورها نمیتونن کار تروریستی انجام بدن. یعنی شما وقتی حادثه 11 سپتامبر رو نگاه میکنید، این کار 4-5 نفر آدم عادی نیست که بدون عقبه اطلاعی، بدون عقبه هماهنگی شده، بدون عقبه لوجستیک مالی بخوان یه هواپیمایی رو بدزدن، خیلی راحت برن این کارا رو بکنن. اینا از قبل شبکه های مالی دارن، شبکه های اطلاعاتی دارن، شبکه های خاصی دارن که اینا رو به هم مرتبط میکنه، که اینا میتونن برن هواپیما ربایی بکنن و بعد با هواپیما هم اون اقدامات انجام بدن. خب این گروه ها که دست به این کار میزنن، طبیعیه زمانی که در فشار قرار بگیرن یه سرپناهی دارن که به اونجا مراجعه بکنن. شما همین آقای هنیه رو دیدید، به زمانی در قطر، یه زمانی در ایران، به ترکیه رفت آمد میکنه، به این کشور، هیچ کدومش هم تحویل نمیدن، ولی ترکیه عضو ناتوست. حماس از نظر اتحادیه اروپا گروه تروریستی است. ترکیه که عضو ناتوه، خب میبینید نسبت به این مسئله بی‌اعتناست که اینها باید محاکمه بشه، این وقایعی که رخ داده. خیلی نکته جالبی هم هست، یعنی اینهایی که صحبت میکنن بر سر این که این منطقه آشوب شده، کشورها به جان هم افتادند و این داستانها، آقای رجب طیب اردوغان نمیاد این آقا رو محاکمه بکنه. و اگه شما واقعا به دنبال اینی که منطقه آرامش داشته باشه، خب خودتون محاکمش بکنید، بگید آقا شما چرا 7 اکتبر این کارو کردید، چرا دست به این کار زدید، حداقل محاکمش رو بکنید، بگید آقا بیاید کار سیاسی بکنید، ما هم به عنوان دولت ها پشت شما هستیم و نشان میدیم که شما دنبال کار سیاسی هستیم، بنابراین مانع بشیم از اینکه منطقه آشوب بشه. اما چرا نمیکنن این کار رو؟ چون منفعتشون درونه. اینا بر روی خون مردم سرمایه گذاری کرد. یک سیاستمدار پوپولیستی مثل اردوغان کارش همینه. اگر عزمی برای آسایش و آرامش منطقه باشه، دفتر این حزب رو باید تعطیل کنن، یا حداقل مجبورش رو کنن که کار دموکراتیک و سیاسی انجام بده، نه اینکه وارد کار نظامی بشن. از اون طرف هم اگه اسرائیل زیاده روی کرد، شما بتونید جلوش واستید. اما این نوع رویه که سرپناهی باشه برای این گروه ها، طبیعیه که دولت های دیگر رو مجاب میکنه به اقدامات نظامی در درون سرزمینشون. پس خیلی مهمه که شخصی که دست به کارهای تروریستی زده و مشخصه، غیر قابل دسترس باشه. اون وقته که شما مجاب میشید که برید و ترور هدفمند بکنید. چون هیچ محکمه ای نیست که به این افراد رسیدگی کرده باشه، داره به محاکمه کشیده باشه. و چون در اون دسترس نداری و چاره هم نداری، این کار رو انجام. نکته دیگری که باز اهمیت داره اینه که این شخص یا اون گروهی که این شخص منتسب به اون هست، همچنان به دنبال انجام اعمال تروریستی باشه. یعنی اینطور نباشه که در گذشته این کار رو کرده اما از امروز دیگه اصلش زمین گذاشته. این به این معنا نیست که به خاطر رفتارهای گذشتش قابل محاکمه نخواهد بود. نه، برای رفتارهای گذشتش قابل محاکمه است. اما آیا میشه او رو ترور هدفمند کرد یا خونساسازی هدفمند کرد؟ مدافعان این مسئله معتقدند خیر. چون هدف از ترور
هدفمند یا خونسازسازی هدفمند اینه که دوباره جان عدی از افراد گرفته نشه، یعنی تأمینی است، ایجاد امنیتی است برای آیندگان. یعنی شما فرض کنید من سلیمانی تا دیروز یه گروه تروریستی داشتم، خیلی ها رو کشتم، به خاطر اون رفتارم باید محاکمه بشم، در این شکی نیست. اما از امروز اسلحه هم زمین گذاشتم، گفتم آقا از این بعدی که ما گروهی نیستیم که کار مبارزه مسلحانه بکنیم، دیگه میخوایم بشینیم کار سیاسی بود. آیا منو میتونید به شکل هدفمند ترور کنید؟ مدافعان میگن نه خیلی نیاز نیست، ولی مخالفان که بالکل اصلا این رو رد میکن. اما حتی مدافعانش هم میگن نیاز نیست. چرا؟ چون هدف اصلی از ترور هدفمند اینه که جان افرادی که ممکنه در آینده در خطر قرار بگیره حفظ بشه. یعنی سلیمانی با بودنش در رأس این گروه خشونت طلب، در رأس این گروه تروریستی، هر روز داره برنامه ریزی میکنه برای ترورهای جدید. اگر امروز او رو بکشیم، جان خیلی هایی که ممکنه در آینده به سرنوشت گذشتگان دوچار شدن حفظ بشه. بنابراین میریم بن لادن رو میکشیم، چون او هر روز داره این کار رو میکنه، امروز داره برنامه میریزه برای اینکه یک طرح جدیدی از مسائل تروریستی ایجاد بکنه. پس این مسئله هم به عنوان یکی از شروط باید لحاظ بشه. گروهی مثل حماس، خب حالا ایدئولوژی خاصی که داره، دائما به دنبال همین کارهایی که قبلا انجام داده. یعنی گروهی نیستش که حالا بگید تا دیروز این کارو میکرد، از امروز که دیگه نمیکنه، یا 5 سال قبل این کارو میکرد از این بعد قرار شده نکنه. نه، حزب الله هم همین وضعیتو داره. اینها در مرامنامه‌شون، در اساسنامه‌شون، در منشورشون کاملا به این مسئله اذعان کردن که جنگ اینها مثلا با یک دولت یا با گروه های دیگر جنگی نیست که فقط به یک زمان خاص مقید بشه. به همین دلیله که من عرض کردم دولت هایی که خودشون رو در این میانه کاسه داختر از آش میبینن، باید اگر به دنبال ایجاد یک منطقه امن هستن، از کمک های لوجستیکی به اینا خودداری بکنن، از کمک های اطلاعاتی به اینا خودداری بکنن. خاورمیانه منطقه نیست که امریکا دچار مشکل باشه، ما دچار مشکلی، جنگ و مسائلی از این دست به ما داره آسیب میزن. اگر دولت های مسئول داشتیم منطقه رو امن میکردن، از این گروه های حمایت نمی کرد. اخیرا دیدم عکسی از اون آقای زیف، محمد زیف نامی، مسئول شاخه های القسامه، منتشر شد، دلار دستشون، چند سال تحت تعقیب بود، مثل که 2 هفته پیش این آقا رو هم کشتن. خب این دلار رو کی به اون آقا داده؟ این تجهیزات رو کی به اینها میده؟ قطعا دولت ها. این که قاسم سلیمانی چمدان چمدان پول میبره میده، این گروه ها زنده نگه میده. اینا به همین نیروهایی که جذب میکنن حقوق میدن، پول میدن. یعنی شما نمیدونید که مرام حماس چیست، مرام حزب الله چیست، منشورش چیه. وقتی داری کمکش میکنی، او هم دست به کارهای تروریستی میزنه، رژیمی هم که از این رفتار تروریستیش خسارت دیده اقدام میکنه، عمل میکنه. شما اول باید به فکر خودتون باشید. بعد اینها نشستن داوری اخلاقی میکنن که یکی آمده این آقا رو کشته، و قطعا کارش یعنی کشته شدن معلول یه علتیست. علتش اینه که این گروه رو کی علم کرده تو منطقه. همین شما، همین ترکیه، همین قطر، عربستان، جمهوری اسلامی. در درون همین کشورهاست. شما در ترکیه، عربستان سعودی جمال خاشقچی رو گرفت مشخص چیکار کرد.
یه آدم وارد سفارت میشه دیگه هیچ وقت بیرون نمی. همین دولت ترکیه اومد بنابر مسائل سیاسی خودش روابطش با عربستان در مورد اون قتل آقای خاشقچی به هم زد، بعد دید نه خب خوبه که حالا کار اقتصادی هم بکنه دیگه، چشمش رو اون مسئله بحث. همین دولت ترکیه رو شما نگاه بکنید، هر چند وقت هواپیمایی میفرسته در خاک سوریه و عراق و جاهای دیگه کردها رو بزنه. بعد این آقا شده دایه‌دار این که فلان دولت این کار رو میکنه. حالا شما بهش میگی آقا چون شما چرا میکشی؟ میگه اونا تروریستن. حالا اگه همین رو اسرائیل بگه که اینا تروریستن این ناراحت میشه. مشکل عمده اینه که همشون یک کاسن. اینا شسته تر و تمیزتر و پاکیزه تر از اونا نیستن. برای اینکه منطقه امن بشه و آروم بشه باید هر دولتی که به گروه های تروریستی کمک میکنه اختلال ایجاد میکنه در یک روند دموکراتیک در منطقه مسئولیت کارش رو بپذیره. این به این معنا نیست که اسرائیل زیاده روی نداره ها، نه او هم زیاده روی داره که من عرض کردم مثلا در مورد حقوق بشر دوستانه در مسئله غزه اسرائیل هم زیاده روی کرد. ما هر کدوم جای خودشه، ما نمیتونیم به دلیل ای که زیاده روی کرده اسرائیل بگیم خب اینجا حق فلان رو داریم یا برعکسش. چون اسرائیل زیاده روی کرده پس حماس میتونه تروریستی عمل بکنه، هر دوشو مسئول اعمال خودشون. اما میخوام عرض کنم فریب این پروپاگانداهای رسانه‌های تبلیغاتی رژیم ها رو نخورید، اینا خودشون حامیان تروریستن. اردوغان همین کارو میکنه، بن سلمان همین کارو میکنه، سید علی خامنه‌ای هم همین کارو میکنه. سالها کشور پاکستان بن لادن رو پناه داده بود، خب محاکمش میکردی، شما که بهش دسترسی داشتی چرا محاکمش نکردی؟ جون اون چند هزار نفری که در امریکا کشته شدن مهم نبود؟ نکته دیگری که زیر شرایط این ترور یا خنثی‌سازی هدفمند به کار میره اینه که این خنثی‌سازی یا کشتن آخرین راه حل میشه. یعنی همه اون مطالبی که عرض کردیم باز هم زمینه رو آماده نمیکنه که شما بلا فاصله برید و سلیمانی رو ترور بکنید. یعنی احساس کنید دولتی نمیده، بعد اعلام کردید او هم در کار تروریستی دخیله. اما مسئله بر سر اینه که آیا این آخرین راه حله یا راه حل دیگری هم وجود داره که ما بتونیم اون دولت یا کشور رو مجاب کنیم که او رو تحویل بده. به عقیده من خب یه نکته خیلی مهمی اینجا وجود داره که اصلا آخرین راه حل یعنی چی؟ چون ما وقتی میگیم آخرین راه حل، آیا با 10 بار درخواست کردن ما میتونیم بگیم که همه راه ها رو آزمایش کردیم نشد؟ یا اینکه نه نیاز از فشارهای دیگری اعمال بشه؟ دلیل این که من با این ترور هدفمند مخالفم همین بندیست که عرض کردم. ببینید شما به عنوان مثال عرض میکنم پاکستان سالهاست جزء شرکای استراتژیک امریکاست. امریکا بهش پول میده، بهش سرمایه میده، پاکستان بن لادن رو میبره پناه میده. حالا یا میدونه محل اختفاش کجاست، توانایی دستگیریش هم داره اما نمیکنه. مسئله بر سر اینه که آیا ایالات متحده همه راه ها رو آزمایش کرد؟ یعنی اشاره کرد به پاکستان که من با تو قطع رابطه میکنم، دیگه به تو پول نخواهم داد؟ میبینیم نه، این کار رو نمی کنن. در نتیجه سعی میکنن طرف رو حذف کنن، اون طرف هم پاکستان دیگه به حال کمی اعتراض میکنه و بعد هم دیگه شطور دیدی ندیدی. یا عربستان سعودی شما دیدید جمال قاشقچی رو کشت، در امریکا سر و صدا شد،
بعضی ها گفتن ما باید روابطمون رو با عربستان مورد تجدید نظر قرار بدیم. یادت در 11 سپتامبر اسنادی وجود داشت که عربستان هم در اون مسئله دخیل بوده، حالا نه دولت به معنای خاص، اما مرکز شبکه هایی که در درون اون سیستم بودن. رفتار ایالات متحده با عربستان چه بود؟ آیا او رو تهدید کرد که ما دیگه ازت نفت نمیخریم یا با تو کاری نداریم؟ معمولا میبینید این کار رو نمی کنن. و اینجاست که وقتی مسئله بر سر آخرین راه حل هست، نیاز هست تبیین کنیم آخرین راه حل تا کجاست. بله، اگر شما همه این کارها رو کردید، یک دولتی رو تهدید کردید که شما رو تحریم میکنه و اون دولت احساس کنه که داره میلیاردها دلار ضرر میکنه، اما یک تروریست رو تحویل نداده، آیا حالا ما مجاز هستیم این کار رو بکنیم؟ میگیم بله. اما آیا شما این کار رو کردی؟ بقیده من خیر، این کار رو انجام نشده. یعنی ایالات متحده نمیره فشار بیاره بر ترکیه، بر عربستان، بر پاکستان که شما این تروریست ها رو به ما بدید، وگرنه ما رو قطع رابطه میکنیم با شما یا چیزهای دیگه، چون هنوز منافع ملیشو خیلی اهمیت داره. اما یه جاهایی میگه خب ما میزنیم، اونم که دیگه زورش که به ما نمیرسه، بنابراین میگه شطور دیدی ندیدی دیگه. یه کمی هم تو مطبوعات سر و صدا میکنند و داستان تمام میشه. پس وقتی صحبت از اینه که ترور هدفمند یا خونساسازی هدفمند باید آخرین راه حل باشه، این آخرین راه حل کلمه مبهمی است. اما از قرائن و شواهد شما میتونید نگاه بکنید که اون دولتی که از تروریسم متضرر شده چه اندازه حاضره دولت پناهنده یا پناه دادش بکش در واقع تروریسته رو مجاب کنه که بیاد و اون تروریست رو تحویل بده یا محاکمش کنه. در واقع خیلی مهمه که ما اینها رو در نظر بگیریم. به عقیده من خیلی از این کشورها فشار لازم رو نیاوردن، حالا بنا به دلایل خاصی ترجیح دادن به جای اینکه ما بریم و صحبت از تحریم کنیم و هزاران مشکل، اما یک سر یک شبانه دو تا هواپیما میفرستیم تمام میشه. اونم ممکنه کمی سر و صدا بکنه، اما اون هم به خاطر منافع اقتصادیش دیگه جلوی ما کار خاصی نمیکنه. پس اینم نکته مهمی است که میتونه اساس این اندیشه رو تا حدود زیادی مورد نقد قرار بده که شما وقتی میگید به عنوان آخرین راه حل باشه، این آخرین راه حل رو چه زمانی شما احساس میکنید که دیگه کار به جایی رسیده که این گزینه آخرینشه، در حالی که سوابق نشون داده که خیلی از کشورها به دلیل مسائل اقتصادی خیلی راحت حاضرن که از روی بعضی از اصولشون دست بکشن دیگه، حالا تحویل دادن یک تروریست که دیگه جای خودش. نکته دیگر که باز هم جزء شرایط اقدام برای ترور هدفمنده اینه که به غیر نظامیان آسیب نرسه. یعنی اگر سلیمانی امیری یک تروریست، شما اعلام کردید انتصابش به ترور مشخصه، از رفتارش هم دست بر نمیداره، آخرین راه حل هم هست، آیا وقتی در حال صحبت در درون یک استادیوم فوتباله در یک میتینگ عمومیه شما میتونید برید موشک بزنید به اون محل؟ در اینجا میگن خیلی، چون درسته که او رو میشه هدف قرار داد، اما بقیه غیر نظامی هایی که هستن که نمیشه هدف قرار داد. بنابراین باید صبر کنید سلیمانی بره خونهش یا تو دفتر کارش، بعد اونجا او رو مورد اصابت قرار بدید. یعنی اگر میبینید اسرائیل چه بسا خیلی از مواقع افرادی هستن که هر حال در مرعا و منظر هستن، اما دست به اقدام نمیزنن، سعی میکنه طرف وارد مثلا یک محیط بسته‌ای که شخصی خودیه یا با همقطاران خودش هست، اونجا او رو مورد اصابت قرار بده. برای همین مسئله است. شما قاسم سلیمانی رو در نظر بگیرید، از این مسئولان ارتش امریکا اخیراً یه مطالبی رو در واقع منتشر کرد، حالا من اسمش فراموش کردم، آقای مکنزی همچین اسمی،
ایشون میگه آقای قاسم سلیمانی چند بار تو دسترس ما بود، چون با هواپیمای مسافرت میکرد که این هواپیما مردم هم توش بودن. یعنی قاسم سلیمانی به عنوان یک تروریست خوب میدونست که یه سری قواعد بین المللی وجود داره که تا حدودی امنیت او رو تضمین میکنه، از جمله اون که با غیر نظامیان مسافرت کرد. یعنی اگه هواپیما شخصی بود خب خیلی راحت اون رو میزدن، چون او بود و با دو سه تا سپاهی توی اون هواپیما. این آقا اشاره میکرد که ما دو سه تا جنگنده فرستادیم و اینا، گفتن که آقا این هواپیما هواپیما مسافری است و توش مثلا 30 نفر 40 نفر آدم عادی هن. بنابراین ما منصرف شدیم که اون هواپیما رو بزنیم. یعنی تروریست هم یاد گرفتن که از این پوشش ها استفاده میکنن. بنابراین قواعد بین المللی و رویه ها به ما میگه، میگه شما زمانی میتونید این شخص تروریست رو بکشی که پیرامونش غیر نظامی ها نباشن، بیگناه ها نباشن. پس حالا قابل فهم میشه چرا قاسم سلیمانی با هواپیمای مسافربری تردد میکنه، در حالی که قرار دادن هواپیمای شخصی در اختیارشون که کاری نداره. غالب اینها هم با هواپیمای مسافربری میرن این برون بر به عنوان مسافر عادی، یعنی از مردم به عنوان پوشش استفاده میکنه. امریکایی ها متوجه این مسئله شده بودن، آنقدر سرب کردن تا او در فرودگاه بغداد بیاد پایین، حالا که داره با اتومبیلش میره مورد حمله قرارش بدن، اینو اتومبیل رو بزن. پس برای خونساسازی هدفمند باید حتی الامکان از کشته شدن افراد بیگناه اجتناب بشه. ممکن این کار به تأخیر بیفته، یعنی شما 10 بار فرصت دارید قاسم سلیمانی رو بکشید، اما میبینی مردم بیگناه کنارشن، بنابراین حق نداری این کار رو بود. عرف بین الملل رو مسئول خواهد بود. اما زمانی که تنهاست در درون یه خانه ایه یا هر کجای دیگر و شما احساس میکنید که مردم بیگناهی وجود ندارن، حالا اون موقع میتونید این کار رو انجام بدید. بنابراین اینا مبانی است که مدافعان ترور هدفمند از اون استفاده میکنن. خب من دیگه به دلایل مخالفانش نمیپردازم چون وقت برنامه به اتمام رسید. فقط خواستم عرض کنم که مرگ هنیه به افرادی مثل او در درون این راستای خونساسازی هدفمند با این ادله مجاز میشه و کشورهایی اون رو انجام میدن. سپاسگزارم از آقای شهرتی عزیز و تلویزیون پارس. امیدواریم که این برنامه ها مفید واقع بشه. تا برنامه دیگر، برنامه